بسم الله الرحمن الرحیم، به نام یاد خدای بخشنده و مهربان. عزیزان همیشه همراه، سلام های ما را پذیرا باشین. تقدیم میکنم به همه شما هموطنان خوب و هر کسی که بیننده برنامه روشنا هست. امیدوار هستم که جور و صحتمند باشین، شما عزاداران مؤمن، عزاداری هایتان قبول باشه. خوشا به سعادتتان که عزاداری میکنین و خالصانه امام حسین علیه السلام را یاد میکنین. و میفهم که همه شما عزیزان و شما مشتاقان امام حسین علیه السلام همیال آرزو دارین که به حرم امام حسین برین و زیارت کنین، برین به کربلا و حال و هوای حرم امام حسین همیال دسر و دلها و قلبهای همه شما عزیزان هست. میفهم که این گونه هست و ولی خب به هر حال مشکلات و سختی ها زیاد است. خیر است بیایم از راه دور همه با هم یک جای دست ها را بانیم بر روی سینه و یک سلام بکنیم و امام عزیز ما بگوییم که السلام علیک یا امام حسین، السلام علیک یا ابا عبدالله. با همین زبان آرام و با همین زبان ساده میتونی سلام کنی به امامت هر روز و او را ببینی که چقدر ثواب بزرگی بهت نصیب میشه و امام حسین علیه السلام جواب سلامت هم میده. نیاز نیست که حتما هر روز و هر روز بسیار برای خودت سنگین احساس کنی و بگویی که من چه قسم و چگونه سلام کنم، بیایم زیارت های مختلف بخوانم تا ای که به امام حسین علیه السلام نزدیک شوم. نه، با همین زبان ساده و راحت خودت بگو السلام علیک یا ابا عبدالله. و به این گونه هست که امام حسین علیه السلام نگاه میکند طرف تو، مطمئن باش که حاجتت برآورده میکند. عزیزان همیشه همراه، یادتان باشه که ما را هم دعای خیرتان در عزاداری ها فراموش نکنین. با برنامه روشنا با شما عزیزان همگام و همراه هستیم و کارشناس محترم برنامه خانم سجادی هم حضور دارن و میخواییم که در رابطه با نقش زنان در نهضت حسینی با شما عزیزان گفتگو داشته باشیم. خانم سجادی خوش آمدید. سلام. بسم الله الرحمن الرحیم. من سلام عرض میکنم به شما خانم ظهوری عزیز و بینندگان عزیزی که از خانه های گرمشان برنامه ما را میبینند. تسلیت عرض میکنم شهادت ابا عبدالله الحسین علیه السلام و یاران پاک و مطهرشان را. انشاءالله که این روزها عزاداری های ما در پیشگاه خدای باری مورد قبول واقع بشه و همچنین بهره هایی که ما می توانیم از این مکتب عظیم حسینی برداریم، از درس هایی که از عاشورا می توان آموخت، از رشادت ها و شجاعت هایی که شهدای ما، مادران، همسران و همه کسانی که در رکاب امام حسین علیه السلام بودند، ما هم بتوانیم در این راه قدمی برداریم. ان شاء الله سلامت باشین، زنده باشین، از شما هم قبول باشه عزاداری هایتان. بله عزیزان بیننده، در رابطه با نقش زنان میخواییم که در نهضت حسینی صحبت کنیم. بسیاری از شما عزیزان در جریان هستین و میفهمین که زنان در عصر تاریخ همیشه حضور داشتن در اجتماع و فعالیت داشتن. دیگه در نهضت حسینی شما عزیزان میفهمم که زیاد شنیدین که به هر حال زنانی بودن که شجاعانه در نهضت حسینی و در قیام عاشورا حضور داشتند و مثل شیر زنانی بودند که قیام عاشورا را ایجاد کردند و همچنین بعد از قیام عاشورا و ظهر عاشورا فعالیت هایی داشتند و به هر حال تمام این موضوعات شما عزیزان میفهم که بارها شنیدین و تحقیق کردین و جستجو کردین و مطالعه داشتین. امروز هم میخواییم با شما عزیزان در این مورد ها صحبت کنیم. خانم سجادی عزیز، میخواییم که برای ما بگوین که نقش زنان در قیام عاشورا و در نهضت حسینی چی بوده؟ بله، همونطور که همه عزیزان، همه مسلمانان و همه کسانی که قلبشان میتپد در این روزها و آتشی درون دلها هست که هر روز و هر ساله گداخته تر میشه، میدانیم که این واقعه عظیم عاشورا یک حادثه هولناک و مصیبتی بود که در عالم مثال او نبود و نیست. به اندازه که این مصیبت زیاد هستش که هر روز دلها تپنده تر میشه به خاطر غم حسین و یارانش علیه السلام.
خب ما میدانیم که در روز عاشورا حضرت امام حسین علیه السلام و تعداد زیادی از یارانشون شهید شدند. درست. مردان به شهادت رسیدند و حوادث ناگواری دیده شده، اسارت‌هایی چشیدند و طفلان و زنان در اون حادثه حضور داشتند. بله. اما 1400 سال گذشته از این ماجرا، چطور میشه که تمام اون افراد در اونجا به شهادت رسیدند، اون مردان و یاران امام حسین علیه السلام جز امام سجاد علیه السلام و تعدادی از زنان و کودکان، چطور میشه که این واقعه همچنان هنوزم در یادها باقی هست؟ هنوز در یادها باقی هست و هنوزم که هنوز است به استقبال میرن و با تمام وجود مراسمات او را اجرا میکنن و عزاداری میکنن. بله. چطور میشه این حادثه در ذهنها باقی هست؟ چطور هستش که این همه منتقم در طول زمان به پا خواستند و این حادثه رو آمدند و تحلیل و واکاوی کردند و با دشمن و سپاه مخالف اسلام به پا خواستند؟ خب این از کجا برمیگرده؟ این با این واکاوی واقعه، این تبلیغ واقعه، این مصیبت بزرگ رو چه کسی در بین جامعه تحلیل سیاسی کرد، تحلیل اعتقادی کرد؟ کسی نبود جز زنان، و این زنان عاشورا کاری کردن به وسعت یک تاریخ. بله. این زنان با اون روح‌های لطیف و رقیق القلبشان یک نهضت بزرگ سیاسی اعتقادی را انجام دادن. این زنان در اون زمان که شما نگاه کنید 50-60 سال قبلش، زن چه جایگاهی داشته در نظام جاهلیت، در نگاه عصر جاهلیت، عصر جاهلیت. بله. چه جایگاهی داشتن؟ جایگاهی نداشتن، زنده به گور می شدن و هیچ ارزش و مقامی هم نداشتن. بله. در اون زمان قبل از اسلام زنان در یک جایگاه بسیار پست و فرومایه قرار داشتن، به طور که اینها رو زنده به گور می کردن. اعراب اونها رو مایه لکه ننگ خودشان می دانستن و وقتی که یک فرزند دختری بر اینها به دنیا می آمد، رنگ چهرهشان برافروخته می شد. وقتی از اینها پرسان می کرده که چند اولاد داری؟ اگر 5 بچه داشت و 4 دختر داشت، نمی گفت که من 9 فرزند دارم، می گفت که من 5 بچه دارم. چرا که فرزند پسر را برای خودش شرافت می دانست و دختر را در جایگاه بسیار پایین تری، مایه ننگ می دانست. مایه ننگ می دانست. اما در اسلام انقدر جایگاه زنان و بانوان برجسته بود که همتای مردان در قرآن مطرح شده که اینها کسی از همه با تقوا تر باشه، اون کریم تر است نزد خدا، اکرم تر است. تا میان برنامه فرصت داریم. در نگاه اسلام زنان ارج قرب داشتند، زنان گلی از گلهای بهشت نامیده شدند. زنان حضرت زهرا سلام الله علیها و حضرت زینب سلام الله علیها در برنامه ها و محافل و جلساتی داشتند که معارف اسلامی را آموزش میدادند، یا حضرت رسول اکرم در برنامه‌های سیاسی اینها را شریک می‌کردند. زمانی که بیعت می‌خواستند بگیرند، زنان را وارد عرصه می‌کردند. این نشان از شخصیت دادن زن است. این مکتب هست که چنین زنانی را تحویل جامعه می‌دهد که سرنوشت حادثه عاشورا به گمان یزیدیان که اونها پیروز میدان بودند، بله، در واقع اونها شکست خوردگان بودند و پیروز میدان حسینیان بودند. درست. و کسانی که در این نهضت پای در رکاب امام حسین علیه السلام گذاشتند. خب ببینید، درست است که در نگاه اسلام جهاد بر عهده مردان، بله، اینکه در میدان رزم بودن بر عهده مردان بوده، بله، اما در اسلام زنان در دوشادوش مردان حضور داشتن، چه داخل خیمه، بله دقیقاً، چه بیرون خیمه. بیرون از خیمه چه کسایی که در صحنه عاشورا یا در کربلا حضور داشتن، چه کسایی که حضور نداشتن. بله. مثل ام البنین. بله. حالا مثلا ام البنین در صحنه کربلا و عاشورا وجود نداشت، در بیرون بود، ولی چه رشادت هایی کرد و چقدر شجاعانه فرزندان خودش را تشویق کرد. بله. احسنت. و چه تبلیغاتی کردن نسبت به این حادثه که چه اتفاقاتی افتاد، و زنان عاشورایی در خیمه ها
در بیرون خیمه حتی و از آن وارد میدان جنگ شدند. حالا ما اونجا صحبت میکنیم درباره ویژگی زنان آشورایی که در میدان جنگ اینها چه موضعی داشتند و در برابر فرموده امام حسین علیه السلام چه کردند. آیا اینها به خاطر هوس بود؟ آیا به خاطر اینکه عاطفه و محبت به همسرشون داشتن میدان جنگ بودن؟ نه، اینها مطیع و تابع امر امامشون بودن. یعنی در حقیقت میخواستن امام زمان خودشان را یاری کنن به هر نحوه که میتوانستن، به هر نحوه که توانایی داشتن، در همون حد توانایی، در همون حد که وسعشان میکشید. و با تمام وجود خالصانه بله میخواستن در رکاب امام زمان خودشان فعالیت کنن. بله. خب ما چرا صحبت کردیم این که در نگاه اعراب جاهلی یا حتی در طول تاریخ چنین نگاهی به زنان داشتن و پرداختیمی که در اسلام زنان چه جایگاهی دارن؟ ببینید، این رو ما اگر بدانیم که اگر یک جامعه رو ما بخوایم تربیت کنیم، زنان او جامعه را اگر ما تربیت کنیم، این قرار است فردا مردان مؤمن و مسلمانی را تربیت کند، فرزندان معتقد و تابع امر امام معصوم تربیت کند. اگر که این زنانی که الان میبینیم که اینا خلأها و کمبودهایی دارن و کمبودهای خودشون رو الگوهای درستی نداشته باشن، میرن به الگوهای غرب رجوع میکنند و الگوهای غرب چه زنانی میسازد و الگوهای اسلام چه زنانی میسازد. و این شایسته و بایسته است که ما بپردازیم به مسئله عاشورا و واکاوی کنیم که زنان در آنجا چه کردند و چه سرنوشتی را رقم زدند. بسیار عالی. مصاحبه مردمی داریم که میشنویم و میبینیم که هموطنان خوما در این مصاحبه چی گفتند. عزیزان بیننده، شما عزیزان هم میتونین با ما در ارتباط باشین، میتونین که شما هم با ما پیام‌های تسلیت، پیام‌ها و نظرات خودتان را در رابطه با موضوع برنامه با ما در جریان قرار بدین و بگوین. مثبت 964-780-255-40-13 نمبر واتساپی ما هست. همین حال میتونین که با ما در ارتباط باشین. منتظر پیام‌های شما عزیزان هستیم. پیام امام حسین علیه السلام همه شمول هست، به خاطر که هیچ انسانی ذاتن و فطرتن و سرشتن دوست نداره که زیر بار ظلم. بناهن چون اندیشه حسینی اندیشه بود که انسانیت را شامل میشد، بناهن این خودش منحصر به قشر نمیشه. همه انسان ها همی ذاتن چون در مقابل ظلم خوش نداره، بناهن شاملیت همه انسان ها میشه، یا در کل میتونیم بگیم انسانیت میشه. اگر زیر بار ظلم رفتیم یعنی بنده ظلم شدیم، دیگه آزاد نیستیم. امام حسین ثابت کرد که برای آزاد زیستن باید تمامی نیروی خود را به کار ببری و حتی تاوانش هم پرداخت. امام حسین با خانواده خود رفت، همه به شهادت رسیدن، ولی امام حسین برای دنیا ثابت کرد که آزاد زیستن بهتر از این است که تو یک زندگی ذلت بار داشته باشی و بخوای که زنده بمانی منتا با ذلت، ولی شهید شدن در راه آزادی خودش بالاترین دستاورد است. احساس سوگواری عجیبه که در وجود میره و او مظلومیت را که در گذشته ها امام حسین و خانواده و اهل و آلش در وجودشان داشت و خانوادهشان داشت، ایر مطمئن استم از خودم گرفته تا تمام افراد که در اینجا جمع میشن بابد عزاداری عاشورایی حسینی به دست میره. این حس خب تشکر از همراهی گرم شما هموطنان خوب و هر کسی که به هر حال بیننده برنامه هست. شما بیننده برنامه روشنا هستین با موضوع نقش زنان در نهضت حسینی. خانم سجادی کارشناس و مهمان برنامه امروز ما هستن، همراهشان صحبت و گفتگو را شروع میکنیم با این سوال که خانم سجادی عزیز، نقش زنان در شکل گیری قیام عاشورا و نهضت حسینی چی هست؟ حالا فکر کنیم خانم سجادی، مثلا ما اگر بیایم کلن قیام عاشورا را در نظر بگیریم در نهضت حسینی، واقعا وقتی خوب فکر میکنیم میبینیم که یک قیام مقطعی نبوده،
یک قیام پیش و پا افتیده نبوده، اصلا خارق العاده بوده. بله. چرا؟ به خاطر از اینکه ما یک خانواده رو میبینیم که در این قیام و در این نهضت حضور دارن، یک خانواده‌ای که در او زن بوده، اولاد بوده، شیرخوار بوده. بله. پدر خانواده، مرد، پدر، همه در کنار هم و عنوان یک فامیل و یک خانواده در این نهضت حسینی و در این قیام حضور داشتن. پس یک قیام پیش و پا افتیده نبوده، یک قیام مقطعی نبوده و میتونم بگویم که یک قیام بسیار عظیم بوده. حالا در این خانواده نقش خانوم ها، نقش زنان در شکل گیری این قیام چی بوده؟ بله. خب بسم الله الرحمن الرحیم. درباره ای که در قیام عاشورا، در حادثه عاشورا چه جمعیتی بود در مقابل چه جمعیتی؟ جمعیت بسیار در مقابل جمعیت کم حضرت ابو عبدالله الحسین. جمعیت دشمن سپاه عظیمی بود، اما سپاه اسلام اندک بود، موازنه ای نبود بین تعداد. اما شما در نظر بگیرید که در چنین جایگاهی آیا این زنان نمی توانستند فرار کنند؟ نمی توانستند به همسرانشان بگه ما را از معرکه جنگ به دور کن؟ چطور؟ مثلا با وجودی که زنان خب به هر حال هرچی که نباشه نسبت به مردان ضعیف‌تر هستند و تواناییشان کمتر است، زیادتر اضطراب و احساسات ظریف دارند، درست؟ بله. باید توقع ازی از اونای طور شبه که بگوین که اینا باید بگوین که نیما نمیتونیم. وظیفه نیست. وظیفه نیست بر ما. بله. ببینید قیام امام حسین، هر کسی یار امام حسین نمی شود که 1400 سال ما بر همهشان السلام علیک یا ابا عبدالله الحسین و علی اصحاب الحسین. بله. کسانی که همراه امام حسین علیه السلام هستن باید چنان ویژگی هایی داشته باشن که واقعا 1400 سال ما بر اینها سلام می گیم. بله. خب پس همه اینها حس وظیفه مندی ای که یاریگر امام مظلوم خودشان باشن داشتن، چه زن چه مرد. وقتی که شما نگاه کنید مادر حضرت علی اکبر علیه السلام، خب ما گفتیم زنان شاید می توانستن بگن که حال ما رو از معرکه جنگ به دور کن. بله. ما رو نجات بده از این مهلکه. اما مادر حضرت علی اکبر رو میان برش میگن که تو با یزید خویشاوندی داری، اگر مایل هستی بیا و ما تو رو به جای امنی ببریم. و این زن شجاع و دلیر میفرمایند ببینید که چه جایگاهی خودش متصور میشه در این حماسه. اینکه میفرمایند اگر در چنین امری راست میگویید خویشاوندی رسول خدا را مراعات کنید، رعایت کنید. ببینید ایشون حتی براشون تسلی خاطر میدن که ما تو رو میبریم به جای امری. بله. ولی که ایشون میدانن که اینجا اهم اوجب واجبات وظیفه‌ش هستش که در این حماسه حضور داشته باشد. خب ببینید حتی علاوه بر این حس وظیفه‌شان، حس مقاومت این زنان هستش که میدانن که الان این حادثه اتفاق افتاده، میدانن که الان شهدایی هست، الان رزمندگان در نبرد هستند، الان میدانن که روز عاشورا، عصر عاشورا شده هست. ما چه موضعی باید داشته باشیم؟ اینها حتی میدانن که در مقابل دشمن نباید احساس خرسندی درون وجود اونها ایجاد کنن که اینها احساس ضعف کنند. بله. احساس بکنند اگر فرزندانشان تشنه هست فرزندان اظهار عجز کنند و اونها خوشحال بشوند که بله اینها شکست خوردگانند. نه، اینجا جایی هستش که اینها چیکار میکنند؟ با تمام قوا، مادر، همسر، خواهر، چه رقت قلب. بله. و چه لطافتی دارد. خب حضرت زینب سلام الله علیها. بله. و سایر نمونه های دیگه هم هست حتما. میخواییم بشنیم خانم سجادی. بله، به طوری که شما به لحاظ روحیه نگاه کنید اینها. وقتی که حضرت علی اصغر علیه السلام رو میخوان تدفین کنند، مادر حضرت علی اصغر نمیاین بیرون خیمه ها که یک وقت حضرت ابا عبدالله شرمنده شوند. یعنی هر کسی که بیاد این واقعه رو برای خودش یک بار فقط مرور کنه دلش پر از درد میشه، پر از غم میشه، دلش پر از
این حس غرور میشه که ما چه بزرگ زنانی رو داشتیم، چه حادثه‌ای داشتیم و چقدر زیبا از این مسیر عبور کردند. حضرت زینب سلام الله علیه، حضرت ربابه که بعد حضرت رباب، حضرت بله، حضرت زینب سلام شیرزنانی بودند که در عصر عاشورا پا به پای امامشان و مردانشان زحمت کشیدند، حمایت کردند، از خود گذشتند. بله، حضرت زینب سلام الله علیه وقتی که دو تا فرزندشون به شهادت میرسن، ایشون بیرون از خیمه نمیان که امام یک وقت احساس کنه که این خواهرم دچار خجلت و دچار رقت قلب شده باشن. خب اینها حمایت هاییست که اینها تونستن داخل اون فضا ایجاد کنن که اونها راحت داخل میدان نبرد به مبارزه بپردازند، در راه خدا قیام کنند. خب ما حالا میپردازیم اینکه شب عاشورا بود. شب عاشورا چه درس هایی داشت، چه آموزه هایی داشت برای زنان، برای مردان و برای همه مردم. و بعد از اون میپردازیم اینکه در روز عاشورا زن ها چه کردند، در عصر عاشورا چه کردند. در شب عاشورا ما میدونیم که خیلی شب سختی بوده، شب وداع بوده. همه میدانستن که فردا امام حسین علیه السلام گفتند، فرمودند، خبر دادند که فردا قرار است که شهید بشیم. فردا روز مرگ و شهادت است. هر کس که ماندنی هست بماند. و این یک حالت آزمایش و امتحانی بود که هر کسی هم که میخواست از معرکه خارج بشود، خارج بشود. در او حالت هم حتی امام خیرخواهی داشت نسبت به بله. یاران خودش، بله. نسبت به اصحاب خودش. و شب عاشورا امام حسین علیه السلام بعد از خبری که میدن، خب همه مطلع میشن و هر کسی سرانجام تصمیم خودش رو میگیره و بعد از اون زنان شیون میکنن، ناله میکنند. اما همینطور که گفتیم استقامت این زنان، آیا این شیون و ناله به خاطر حب دنیوی، اینکه عزیزشان رو از دست میدن، اینکه محبت محبوبشون رو از دست میدن؟ نه، بلکه به خاطر تأسف از دست دادن عزیزی که امام معصوم هست. بله. یک کسی مرادی که مرید خودش از دست میده، مریدی که مراد خودش از دست میده. این شیون زنان این نشان از این معرفتی هستش که اینها نسبت به امام معصوم داشتند. و امام علیه السلام در اون شب درس های هم میدند که ببینید اجدادم به رحمت خدا رفتن، پدرم، مادرم و همه فانی هستیم، او باقی هستش. امام علیه السلام با این سخنان خواستن که اونها رو متوجه کنن که مرگ و شهادت رو به راحتی تحمل کنند و سختی دقیقا. اون رو به راحتی هضم کنند. یعنی میگم قیام عاشورا برای ما درس چگونه زندگی کردن و چگونه مردن را داد. بله، اینکه در چه مسیری حرکت کردن، چگونه حرکت کردن، که مرگ بهتر از ذلت است. بله، اینکه چگونه مردن را به ما یاد داده در حقیقت. بله. حقیقت امر اینه که همه ما رفتنی هستیم و اون کسی باقی میماند که با نام و یاد خداوند و در راه خداوند شهید میشود. خب و در آخر حضرت ابو عبدالله الحسینی پند و هدایتی میدن که وقتی که به زنان توصیه میکنن که صبر و استقامت داشته باشید، صبرتون از دست ندهید، اظهار دردمندی نکنید. مثلا به آنها توصیه کردن که گریبان خودتون رو چاک نکنید، پیراهن خودتون رو چاک نکنید، صورت خودتون رو نخراشید و سخنان دور از شأن و موقعیت خودتان نگید. خب ببینید مکتب حسینی چگونه برخورد کردن در برابر مصائب الهی را هم به ما یاد میدهد. اینی که وقتی که تو سربلند هستی پیشگاه خداوند، درستم، که تو راه درست رفتی، قدم درست رفتی، پس این جزع و فزع کردن معنایی ندارد. تو باید سربلند، به طوری که حضرت زینب سلام الله علیه وقتی که وارد مجلسی شد که وارد کوفه، همه داشتن پایکوبی میکردن، شادمانی میکردند، انقدر مغرورانه و انقدر قدراست وارد شدن که ابن زیاد گفت کیست خانم متکبر؟ انقدر بی اعتنا به اون مجلس و به اون شادمانی اونها بود، چون مطمئن بود که من
قیام امام حسین خانم بله. همه ترفنها و حیله‌های دشمن را انشالله همه را زیر بله. نابود میکنه بله. اون حیله‌ها و مکرهایشان بله و با او استحکام و قوت قلبی که داشتن با او جبروتی که داشتن نشان دادن از صحیح بودن حرکت راهشان و اینکه چگونه در برابر امتحانهای الهی باید برخورد بله. کرد بله باز هم میان برنامه‌ای داریم تقدیم شما عزیزان و همچنان با برنامه روشنا همگام و همراه باشین عزیزان همیشه همراه قال الباقر علیه السلام من سقا ظمآنا ماء سقاه الله من الرحیق المختوم خداوند کسی را که تشنه ای را سیراب کند از شراب سرب مهر بهشتی می نوشاند امام باقر علیه السلام بله عزیزان بیننده در رابطه با نقش زنان در شکلگیری قیام عاشورا و نهضت حسینی ما صحبت میکنیم همراه شما عزیزان بیننده و به هر حال این مد نظر ما هست که ما باید زنانی که در قیام عاشورا حضور داشتن الگوی خود ما در زندگی قرار بدیم ببینیم که آنها چه کردن در زمان امام زمان خودشان چه کردن و چه رفتارهایی داشتن به هر حال قیام عاشورا و نهضت حسینی یک دانشگاه هست یک درس زندگی است برای همه ما و شما پس بیایم اونها را عمل کنیم در زندگی و همزمان با شروع ماه محرم و عزاداری ها بیایم درس های او را هم در زندگی خود ما عمل کنیم و در زندگی خود ما پیش ببریم و فقط صرف گوش نکنیم و فقط صرف عزاداری نکنیم بیایم عزاداری های ما همراه با عمل باشه در زندگی ما میپردازیم به این موضوع که خب در روز عاشورا زنان چه کردن و چه فداکاری هایی کردن و چه از خودگذشتگی هایی داشتن خانم سجادی بفرمایید بسم الله الرحمن الرحیم به حق اگر ما در حادثه عاشورا این واقعی که یک سر شمر و یزید و سنان و عمر سعد و اینها بودند و یک سرش حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام حضرت عباس علیه السلام و زنان و شیر زنانی بودند که این حادثه رو آبیاری کردند با خون شهدایشان چطور می توانستیم بفهمیم چه رذالت هایی در این واقع وجود داشت چطور می توانستیم چه زنان و چه الگوهای ما داریم ببینید در روز عاشورا زنان در عرصه های مختلفی از خودشان معرفت های خودشون رو به جلوه گذاشتند ببینید تلاش می کردند که امام معصوم در حفاظ و در امنیت باشه به طوری که به همسرانشون می گفتند که امام را یاری کنید مواظبت امام داشته باشید در رکاب امام باشید به طوری که حتی در موضعشون در زمان جنگ احد زنانی بودن این چنین که زنی پدرش همسرش و برادرش رو از دست داده بود و اون آمدن بهش گفتن که اینها شهید شده است درستن. گفتن که خب بگید حال پیامبر چطور هستش گفتن پیامبر خوب است دلش آرام نگرفت گفت بذارید من خودم پیامبر رو ببینم حالش چطور هستش و دید که پیامبر حالش خوب است گفت تا زمانی که پیامبر حالش خوب باشد هیچ غمی نیست و اونجا دلش آرام گرفتش با یعنی فکر کنیم مثلا یک زن مثلا شوهر اولاد دست بتا ولی
به امام زمان خودش یا به پیامبر زمان خودش انقدر اولویت داشته باشه که همسر و فرزند و برادرم فدای تو باد. یا مثلا یک کم اینو بیایم مثلا با زندگی امروزی خود ما اگر بیایم مثلا تطبیق بدیم، هیچ قابل تطبیق نیست. بله. ما مثلا چه قسم هستیم؟ ما چگونه هستیم؟ آیا ما نسبت به امام زمان خود ما چی میکنیم و چه کردیم؟ بله. هر چقدر که فکر کنیم واقعا شرمنده هستیم. باید تلاش کنیم، یعنی روح بزرگی خودش بهانه بزرگی میشه برای ما که بتونیم یک تحولی ایجاد کنیم در زندگی خود. بله. ما میتونیم یاد بگیریم. ببینید الان شما اگر نگاه کنید یک خاری به پای اولادمان بیاید، پدرمان بیاید یا برادرمان بیاید، چقدر دلجگر خون میشیم. بله. حال شما نگاه کنید در این حادثه عظیم عاشورا، اینها میدانند که جمعیت مقابل چقدر زیاد است، میدانند که سپاهیان ابو عبدالله حسین چقدر محدود هستند، میدانند امام حسین علیه السلام دیشبشان بر اینا اطلاع داده بودند، ولی همچنان تشویق میکنند به جهاد در رکاب امام حسین علیه السلام، همونطور که گفتیم مثال همه خانمی که در جنگ احد بودن. اینها همراهی میکردن زنان شهدایشان را، یعنی همسرانشان را، فرزندانشان همراهی میکردند که بروید، پیش بروید به سمت این که شراب کوثر شما بنوشید، این که اصابه کوثر، بله بله، اینها تلاش میکردن که اونها را هدایت، گرچه که اونها خودشان هم معرفت داشتن و این را انتخاب کرده بودند. مثلا یکی از شهدا همسرشون ستون خیمه رو بر می دارد و به طرف شوهرشون می روند، می گویند که جانم فدایت، از خاندان پیامبر دفاع کن. ببینید یک خانم وقتی میاد به همسرش چنین تذکری، چنین یاداوری می کند، این چقدر می تواند کمک کند بر اون مرد که در میدان رزم استوار قدم برداره. یا اینکه بعضن در میدان جنگ زنا اصلا دست و پاگیر نبودن، اینکه اشک و آه و ناله و ماتم کنن که دل مردان رزم به درد بیاید و در تردید باشه که من نگرانی باشم که خب زن اولادان چی شد. نه، دل استوار آنها را راهی میدان رزم میکردن، به طوری که حتی وقتی که میخواستن خداحافظی کنن یک خداحافظی محکم و به یه حالت رسمی خداحافظی میکردن و اونها رو رقیق القلب نمیکردن نسبت به امورات خانواده که نگران باشن و میگفتن که بروید، خدا نگهبان ما هست. بله. خدا حافظ ما هست. حتی داستان ام وهب را حتما همه شنیدن. بله. وقتی سر فرزندش را به سمتش انداختن، گفت سری را که ما بر راه رضای خدا دادیم پس نمیگیرم. بله. و اون را پس تحویل داد و این سخت از گفتنش. بله. ولی خب واقعا جز ارشادت های شجاعانه زنان بود. بله، همونطور که شما فرمودید مادر وهب خب پسرش تازه داماد بود. بله. 17 روز بود که از عروسیش دقیقاً رد شده بود. خب وقتی میره جنگ میکنه پس میای، خب مادر راضی شدی، میگه نه تو با خون خودت در راه حسین کشته شوی. و بعد میرن این را اسیر میکنند و بعد دستانش رو قطع میکنند و بعد سرش رو میبرند و همونطور که شما فرمودید به سمت مادرش پرتاب میکنند و مادرش پس میده، میگه که من چیزی رو که در راه خدا دادم پس نمیگیریم. نه تنها مادر وهب که کسان دیگری هم بودن، همسر مسلم ابن اوسجه، ایشان هم همینطور وقتی که مسلم ابن اوسجه به شهادت میرسند و فرزندشون باقی میمانند، فرزندشون میخوان که بره به رکاب امام حسین علیه السلام و امام حسین اجازه نمیدن که میگن که تو برو بر مادرت باقی بمان و به مادرشون میگه که باشه برای تو این باقی بمانه و ایشون میاد پیش مادرشون میگه و مادرشون یا همسر مسلم میفرماین که آیا تو سلامتی خودت را بر یاری پسر پیامبر ترجیح میدهی؟ و پسر میگه که خب حال من چی کنم مادر؟ میگه برو به میدان و مادرش به او شاد باش میگوید که نزدیکه که تو از دست ساقی کوثر شراب بنوشی، سیراب شوی. و همچنین میجنگن تا اینکه فرصت داریم خانم. بله، شهید میشن. یکی از کارهای دیگری که مادران و همسران داشتن اینکه دلداری میدادن در
میدان جنگ، حتی تشویق میکردن، تشویق کردن بله. که مثال زدیم بله. همین ام وهب، مسلم ابن اوسجه، دولهم مثلا بله، جنادت ابن حارس و ایشون و دلداری هایی که زنان در روز عاشورا میدادن نقش بسیار بالایی بودش، باعث میشد که شهدا با آسودگی تمام به امر رزم بپردازن و شهید بشن. مثلا یکی از شهدا عبدالله کلبی بود که وقتی وارد میدان جنگ به شهادت میخواست برسه، زخمی و خونالود بود، همسرش او را گرفت بر بالین و او را خون از صورتش پاک میکرد و همسرش اون لحظات، فکر کنید در اون لحظات چی میگویند، که چه خوب تو جانبازی کردی و چه نیکو به شهادت دست یافتی. و همین موقع بود که شمر دستور داد که با عمودی بیایند به سر همسر عبدالله کلبی و این زن با وجودی که این فرمان شنید و همونجا نشست، همونجا بودند و تا اینکه با اون عمود به شهادت میرسد. و خلاصه عرصه های مختلفی بود که زنان در روز عاشورا در رون خیمه، بیرون خیمه همکاری داشتند، تابع امر امام بودند. مثلا جاهایی بوده که کودک ها بیتابی میکردند، آبی نداشتند، تشنه بودند، گرسنه بودند. اینها با تمام اقتدار و با تمام اندیشه سیاسیشان بود، نشان از اندیشه بالای این زنان بود که سعی میکردن آنها رو طوری آرام کنن که پدرانشان اون لحظه احساس رنجیدگی نکند، با خاطر آسوده برود. و حتی بعد از واقعه عاشورا ما میبینیم که اینها باز هم احساس ضعف در پیشگاه دشمن از خودشون نشون نمیدند. خب و دیگه از جاهایی که ما میبینیم در روز عاشورا، خب سردمدار این واقعه کسی که به ذهن همه ما میآید، حضرت زینب کبری سلام الله علیها هستند. ایشان در اون روز عاشورا و بعد از روز عاشورا دفاع میکنن از حریم اهل بیت به زیبایی هرچه تمامتر. فکر کنید که ایشان مسئولیت پرستاری حضرت امام زمان خودشون رو هم داشتن. حضرت امام زین العابدین علیه السلام در بستر بیماری بودند، مسئولیت پرستاری داشتن، دفاع میکردن از حریم اهل بیت علیه السلام. ما در طول تاریخ زنان بسیاری داریم که در حریم اهل بیت دفاع میکردن. حضرت زهرا سلام الله علیها، حضرت خدیجه سلام الله علیها، همسر فرعون آسیه که در جایگاه ورود شیاطین تقریبا میشه گفت دیگه، و ایشان زنهای زبانزد عالم بودند. حضرت مریم سلام الله علیها و حضرت زینب سلام الله علیها وقتی که وارد مجلس ابن زیاد میشن و ابن زیاد وقتی که حضرت زینب رو با اون وجنات میبینند، انقدر براش سخت تمام میشه، میخواد یک حرفی به حضرت زینب میزند که ایشان رو به خاری بکشاند، ایشان رو متوجه کند تو شکست خورده هستی. بله. ابن زیاد میگه که الحمدلله فزحکم و قتلکم، اینکه شکر خدا که شما را خدا رسوا کرد و دروغتان را آشکار کرد. و حضرت زینب در جواب ایشان میفرماید که الحمدلله الذی اکرمنا بنبی و طهرنا من الرجس تطهیرا، شکر خدا که ما را کرامت بخشید و خاندان آل محمد را از هر پلیدی پاک گردانید. بسیار عالی. و نقطه آخر که حضرت زینب گفتن ما جز زیبایی چیز دیگر ندیده. بله. و صرف میتونه میره بگویم که کربلا در کربلا میماند اگر زینب نبود، سر نی در نینوا میماند اگر زینب نبود. تشکر از همراهی گرم شما عزیزان بیننده، سپاسگزار هستیم از همه شما و از خواهر خوب خانم سجادی که امروز حضور داشتن. فردا هم همراه با خانم سجادی عزیز هستیم با همین موضوع و ادامه صحبت و گفتگوی نقش زنان. سپاسگزار از حضور گرم شما عزیزان، ما را همیشه همراهی کنین. خداوند یار و نگهدار همه شما.